خبرها و مطالب عمده در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. زنان رها شده از قید داعش در ننگرهار از سرگذشت تلخشان حکایت می کنند. آنان حال از حکومت چه می خواهند؟ از زبان خودشان خواهید شنید. تنش های سیاسی میان حکومت های ترکیه و هلند رو به تشدید نهاده است. تازه ترین تبصره های مقامات دو کشور چیست؟ و در بخش صحی این هفته با دکتر مهمان در برنامه بر امراض سرطانی به ویژه سرطان های گرده بحث خواهیم کرد. با تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. سلام بر شما، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه 22 هوت سال 1395 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه که همزمان در فیسبوک نیز پخش می‌گردد، در کنار سایر مطالب گزارش خواهیم داشت از یادبود 15مین سالگرد انهدام تندیس بودا در ولایت بامیان. امید تا اخیر ما را همراهی کنید. محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان در نظر دارد که به روز جمعه آینده در سفری به مسکو با همتای روسی و با سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه دیدار کند. سخنگوی شورای امنیتی ملی به صدای آمریکا گفت که آقای اتمر در این دیدارها روی همکاری نظامی روسیه با افغانستان صحبت خواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه روسیه در یک تبصره کتبی که به رسانه‌ها فرستاده، ادعاهای قماندانی نیروهای بین المللی در افغانستان را که گویا روسیه از طالبان حمایت می‌کند رد کرده است. وزارت خارجه روسیه همچنان گفته که یک کمپانی مغرض به هدف به اعتبار کردن روسیه در عقب پخش دروغ پردازی هاست. با این هم در این تبصره نامه اذعان شده که روسیه با طالبان تماس های داشته، اما گویا این تماس ها به معنی مشروعیت بخشیدن به آنها نیست. زنان رها شده از قید داعش در ننگرهار از حکومت خواستار کمک شدند. این زنان مدت 4 ماه را با برخی از اعضای خانواده هایشان در اسارت داعش به سر برده و مردان خانواده هایشان را داعش سر بریدند. این زنان در جمله 6 زنی هستند که 4 ماه و 5 روز را در ننگرهار در زندانهای داعش به سر بردند. این 2 طفل همراه با مادرشان به اتهام کافر بودن محبوس شدند. این زنان می گویند مدت 1 سال پیش بعد از هجوم داعش بالای پسته های امنیتی در منطقه سید احمد خیل ولسوالی کوت همراه با شوهرانشان اسیر شدند. ظلمشان همین بود که ما را برده بودند. مسافر نشسته بودیم، گرسنه و تشنه، لباس های کهنه و چرک، با قلت آب روبرو بودیم. حتی جای ادای نماز نداشتیم، به خاطر وضو کردن آب نداشتیم. ما را لتوکوب می کردند، اگر دهن باز می کردیم لتوکوب می شدیم. این زن با 2 فرزند خردسالش به اتهام کافر بودن در اسارت داعش به سر می برد و می گوید شوهرش را سر بریدند. دو برادرم را بردند و شوهرم را بردند. آنها را آنجا حلال کردند و ما همراهشان در اسارت بودیم. 4 ماه بندی بودیم همراهشان. هیچ چیزی حتی آفتاب را هم به چشم نمی دیدیم. آنها فیلم شوهرم را ثبت کردند و با ما نشان دادند. می گفتند بیایید و ببینید. ظالم بودند. بالای کسی رحم نداشتند. ما ازشان بسیار می ترسیدیم. 2 برادر و شوهرم را سر بریدند. حاجی حیات خان قماندان خیزش کنندگان مردمی در ننگرهار می گوید که این زنان در بدل رهایی زنان داعشی توسط 1 فرد روستایی رها شدند. من کل دو بانه لاری پورا بند دیکنه دوی دیتا مجبور شد چه؟ آنها مجبور شدند. زمانی که راهایشان بسته شد به میانجیگری مردم منطقه ارتباطات برقرار گردید و آنها را رها کردند. حیات خان می افزاید که از 12 مردی که با 6 زن از سوی داعش ربوده شدند، 10 تن آنان کشته و 2 تن ناپدید گردیدند. تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. از سوی دیگر در عراق، نیروهای حکومت عراقی تحت حمایت ایالات متحده به تهاجمات در غرب شهر موصل ادامه می دهند تا مواضعی را که هنوز در دست داعش است تصرف کنند.
امروز یک سلسله انفجارات در موصل به گوش می رسید و از نقاط مختلف شهر دود بر هوا برمی خواست. از آغاز تهاجمات نیروهای حکومتی بر غرب موصل، یعنی از 19 ماه فوریه تا حال، فرماندهان عراقی و آمریکایی گفتند که جنگجویان داعش به مقاومت سرسختانه ادامه دادند. غرب موصل آخرین ساحه عمده شهری در عراق است که هنوز در اختیار داعش باقی مانده و تندروان داعش سعی دارند آن را از دست ندهند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از علمای دینی کشورش خواسته که در مبارزه با افراطیت کمک کنند. آقای شریف دیروز طی سخنرانیش در یک مدرسه از علمای دینی خواست تا او را در از بین بردن آن تعبیر نادرست اسلام کمک نمایند که تندروان آن را برای استقرار رژیم طالبانی در پاکستان و کشتن هزاران نفر در 10 سال گذشته به کار بردند. صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش در میدان جنگ با افراطی‌ها به پیروزی نزدیک است. یک روز قبل از این سخنرانی، مسوده‌ای برای تصویب به پارلمان پاکستان پیشنهاد شد که در آن قانونی شدن محاکمه نظامی تندروان مزنون در نظر گرفته شده است. آیا پاکستان در مبارزه با افراطیت پیروز خواهد شد و علمای دینی در این راستا چه کرده می توانند؟ نظر خود را در این مورد همین لحظه در فیسبوک صدای آمریکا زیر ویدیوی نشر مستقیم بنویسید و لحظات بعد همکارم تبصره هایتان را در همین برنامه مرور خواهد کرد. از 15 سالگرد انهدام مجسمه های بودا در بامیان طی جشنواره فرهنگی و هنری یاد بود و عمل آمد. در این جشنواره که به نام شب با بودا برگزار شده بود، فرهنگیان افغان بار دیگر با محکوم کردن گروه طالبان خواستار حفاظت و بازسازی آبدهای تاریخی افغانستان شدند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد. اینجا در بامیان در یک از مغاره‌های مجسمه‌های شهمامد ده‌ها تن از فرهنگیان افغان گرد هم آمدند تا از 16 سالگرد انهدام مجسمه‌های عظیم بودا با برنامه‌های فرهنگ هنری یاد بود به عمل آورند. جای خالی شهمامد. در ارتفاعی که من استادم، عقربه‌های ساعت روی دنده‌های خرد شده زمان گیر کرده است. 16 سال قبل از امروز گروه تروریستی طالبان در افغانستان دو مجسمه عظیمی بودا در بامیان را که از جمله شاهکارهای تمدن بشری محسوب میشد تخریب کردند. فرهنگیان افغان بار دیگر در 16 سالگرد تخریب این مجسمه ها خواستار مجازات عاملان این رویداد شده، از سازمان یونسکو و دولت افغانستان خواستند تا به وضعیت آبدهای تاریخی افغانستان به خصوص مجسمه های مخروبه بودا در بامیان توجه جدی صورت گیرد. این برنامه رو برگزار میکنیم این هست که ما دادخواه بشیم برای به محکمه کشاندن کسانی که باعث شدن آثار فرهنگی و هنری در افغانستان مخصوصا بودا تخریب شود. این سه هدفی هست که ما هر سال دنبال میکنیم. نمایشگاه عکس زیر نام زخم جنگ از قربانیان حادثات اخیر در ولایت قندهار، کندز و کابل از دیگر گوشه‌های جشنواره شب با بودا را تشکیل می‌داد. برگزاری گفتمان علمی پیرامون اهمیت آبدات تاریخی به خصوص مجسمه‌های بودا در بامیان، شب شعر، راهپیمایی اعتراضی فرهنگیان در مقابل مجسمه‌های بودا از دیگر بخش‌های این برنامه بود. فرهنگیان افغان می‌گویند که اگر بودهای بامیان با قاطعیت توسط یونسکو پیریزی و پشتوانی می‌شد، حادثه‌های فجیع‌بار دیگر در عراق و سوریه بر میراث‌های جهانی رخ نمی‌داد و جهان شاهد تراژدی دیگری نمی‌بود. مشکل اساسی دوباره سازی بت بامیان همین بوده است که جهان ما یونسکو توجه دقیق نکرد. جهان جنایت و یونسکو جنایت را تعریف داد ولی در مورد دوباره سازی تحلل بست. مسئولین یونسکو در 16 سالیاد تخریب این مجسمه ها از احیای دوباره تندیس 35 متری شهمامه خبر دادند. افراد آگاه و میتونند روی پروگرام هایی که برای احیای فیزیکی و غیر فیزیکی شهمامه آمدند به بحث و گفتگو در نظر بگیرند. از ما حکومت افغانستان مناسبترین گزینه را بتونه احیای مجدد مجسمه شهمامه را دیگر
دو مجسمه‌ای که قدامت 1600 ساله داشته و از شاهکارهای زمان بودیزم بودند 16 سال قبل از امروز به تاریخ 21 ماه حوت سال 1379 در زمان حاکمیت طالبان تحت این نام که موجودیت بت‌ها به معنای شرک است در پی حملات متواتر و آتشباری سنگین طالبان منهدم گردید. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان. تنش‌های سیاسی بین هلند و ترکیه شدت گرفته است. در تازه‌ترین انکشاف، صدر اعظم هلند گفته که او مجبور شد در مقابل تهدید تعزیرات از جانب ترکیه، مانع سفر و سخنرانی دو وزیر آن کشور در خاک هلند گردد. وزرای حکومت ترکیه می‌خواستند به منظور کسب حمایت شهروندان آن کشور در همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی ترکیه به هلند سفر کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هلند را بقایای نازی ها خطاب کرده است. اختلافات میان ترکیه و هلند پس از آن اوج گرفت که هلند مانع سخنرانی وزرای ترکیه در گرد همایی هواخواهان رجب طیب اردوغان در شهر روتردام هلند گردید. هلند ادعا می کند که گویا ترکیه هلند را تهدید به وضع تعزیرات علیه آن کشور کرده. مارک روتر صدر اعظم هلند گفت ما هیچگاه تحت چنین تهدید کار نمی کنیم، بناهن ما خط سرخ کشیدیم. صدر اعظم هلند می گوید برایش تعجب آور بود وقت آگاهی حاصل کرد که با وجود منع ورود فاطمه بتول کایاسایا وزیر خانواده و رفاه ترکیه به روتردام وی کوشید تا توسط موتر وارد آن شهر گردد. وزیر خانواده و رفاه ترکیه این عمل هلند را خلاف حقوق بشر و دموکراسی خواند. بیزده اراشتان چکرلارک ما را از موترهایمان خارج کردند و ماموریت پلیس در قسمت سرحد با جرمنی بردند. برای 1.5 ساعت آنجا ماندیم. وضعیت زشک در برابر ما کردند. حرکت آنان با حقوق بشر و دموکراسی مغایرت داشت. در این زمان صدها مظاهره کننده ترکی صبح امروز در خارج سفارت هلند در استانبول دست به اعتراض زده و اقدام هلند مبنی بر منع سخنرانی وزیر خانواده و رفاه عامه را به باد انتقاد گرفتند. امروز واضح گردید که آنان از دموکراسی که صحبت می کنند پیروی نمی نمایند. دموکراسی واقعی و آزادی واقعی در ترکیه عملی می گردد. بگذارید آنها اینجا بیایند، ما برایشان دموکراسی و آزادی را نشان می دهیم. وقتی وزرای آنان اینجا می آیند ما به بهترین شکل از آنان پذیرایی می کنیم، اما بعد از این ترکیه میدان بازی آنان نخواهد بود. سفارت هلند در ترکیه صبح روز یکشنبه به دلیل افزایش سر و صداهای سیاسی بین دو کشور مسدود بود و ترتیبات امنیتی در خارج از محوطه سفارت اتخاذ گردیده بود. پس از آن که هلند مانع سخنرانی فاطمه بتول کایاسایا وزیر خانواده و رفاه ترکیه در یک گردهمایی طرفداران رجب طیب اردوغان در روتردام گردید، ترکیه امروز یکشنبه گفت به شدیدترین شکل انتقام خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشورهای عضو ناتو را بقایای نازی خطاب کرده و اختلافات روی منع سخنرانی سایا بین دو کشور افزایش یافته است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. هزاران تن از کشورهای مختلف جهان به روز شنبه در شهر واشنگتن دی سی مسابقات دوش راکن رول ماراتون را برگزار کردند. در این رقابت ها گروهی از دوش کنندگان مسلمان نیز دیده می شدند که بر پیراهن های آنان عبارت من مسلمانم، من امریکایی ام نوشته شده بود. ما مسلمان هستم، ما امریکایی هستم و ما احساس افتخار میکنیم. در اینجا فرزندان ما تولد شدن. 25 سال میشه که در امریکا زندگی میکنیم. ما هم امریکا را همانطور که امریکایی ها دوست دارن دوست داریم. به صفت امریکایی ها، به صفت مسلمانان، به صفت دوش کننده ها ما تصمیم گرفتیم که پیام خود را در یک ماراتون بازتاب بدهیم. این ششمین دور سالانه راکن رول ماراتون یا رقابت های ماراتون، نیمه ماراتون و دوش 5 کیلومتر بود که جمعا حدود 24 هزار نفر در آن اشتراک ورزید. محافظین رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا حوالی نیمه شب جمعه فرد مزاحمی را در صحن قصر سفید دستگیر کردند. در زمان این رویداد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در داخل قصر سفید حضور داشت.
رئیس جمهور ترامپ دیروز طی صحبتی در کلاب گلف ویرجینیا کارکرد محافظین قصر سفید را ستود. شخصی که در صحنه قصر سفید دستگیر شد جوان 26 ساله به نام جاناتان تران از اهالی کالیفرنیا بود و با آنکه از کتارها بالا رفته بود می گفت که دوست ترامپ است و با او قرار وعده دارد. رئیس جمهور ترامپ او را شخص مزاحم خواند و گفت که محافظین در دستگیری او کار عالی انجام دادند. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. با در نظر داشته این که تنها 15% از شغلها و مناصب عمده در 500 شرکت خصوصی بزرگ ایالات متحده را زنان اشغال کرده، گروهی از مدیران زن در صدد یافتن راه‌های نوند تا زنان بیشتری در سطوح بلند شرکت‌های خصوصی مقرر شوند. این اقدام پس از انتشار کتابی در مورد توانمندسازی زنان آغاز یافت که شرل سندبرگ رئیس اجرایی شرکت فیسبوک آن را نوشته است. دیتو یکی از آخرین شرکت‌های تکنولوژی به سطح بلند است که در سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این شرکت با منظور جذب بیشتر زنان برای مقام‌های بلند و فرصت‌های شغلی برای آنان، پلتفرم‌های تعاملی را با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره با تکنولوژی بالا طراحی کرده است. ما به تازگی 3 جای خالی و فرصت کاریابی برای مهندسان داریم. از جمع 45 تن از تقاضا کنندگان ما، 3 تن آنها بانوان هستند. من اطمینان حاصل کردم که حداقل با همه آن خانم ها مصاحبه برای استخدام صورت گیرد. این ابتکار از سوی مدیران زن در سیلیکون ولی کالیفرنیا در تلاش برای جذب بیشتر زنان روی دست گرفته شد. من فکر میکنم زنان میخوان قادر به گزینش باشند. آنها میخوان موفقیت حاصل کنند. آنها خواستار اخذ موقف ها و مشاغل هستند که ممکن است 60 80 و یا 100 ساعت کار در یک هفته باشد و آنها با وجود آن هنوز هم در برابر خانه و اولادهای خود احساس مسئولیت میکنند. استنبرگ که مسئول امور عمده فیسبوک است، امیدوار است که برای پیشبرد نیروی کار زنان یک جنبش ملی را ایجاد نماید. من فکر میکنم که در سیلیکون ولی فرصت های زیادی برای زنان وجود دارد و فکر نمیکنم که در آنجا تبعیض جنسیتی زیادی وجود داشته باشد. با توجه به بررسی های اخیر، زنان صرف 15% از نقش مدیریت در 500 شرکت برتر در ایالات متحده را نگه داشتند. فکر میکنم که آغاز کردن با کار در سنین پایین به زنان کمک میکند تا درک نمایند که گزینه های بسیاری در حرفه های مختلف دارند. آنها نباید در مورد روش های سنتی برای زنان فکر کنند. در مکتب کاستیلیای کالیفرنیا که در آن هم شاگردان دختر است، شاگردان افکار را روی ریاضیات و علوم متمرکز ساختند. بانوان میخوان خوب باشند. من دوست دارم خوب باشم. نمیخوام فرد باشم که هر کس مرا بگوید که چقدر پرخاشگر هستم. راههای بسیاری برای خوبی و خوب بودن وجود دارد که از یک پروژه شروع میشود تا مطمئن شوید که با روش خوب شما هر کس میخواهد با شما کار کند. کارولین دبس که هنوز یک شاگرد است میخواهد راه شرل استنبرگ را دنبال کند و رئیس اجرایی در یک شرکت بزرگ مانند فیسبوک شود و به طراحی و دیزاین وب بپردازد. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. سازمان صحی جهان دستورالعمل تازه ای را برای تشخیص سرطان های زود هنگام ارائه کرد که می تواند چانس زنده ماندن را برای بیماران سرطان بیشتر کند. البته میزان افراد نجات یافته از انواع سرطان به صورت چشمگیری در نیم قرن گذشته افزایش یافته است. اما برخی از انواع این سرطان ها پیشرفته می باشد و هنوز قابل درمان نیست. حال یک نوع دوای جدید تحت آزمایش است که سرطان های پیشرفته را هدف قرار می‌دهد. دانشمندان شرکت بزرگ دواسازی فایزر با یک شرکت کوچک بایوتکنولوژی یک دوای جدید را که انواع حجرات سرطانی مهاجم را هدف قرار می‌دهند تولید کردند.
تداوی سرطان های مهاجم مشکل است و اکثرا دوباره سر می زند. دوایی را که این شرکت ها تولید می کنند روی موش ها و میمون ها مؤثر واقع شده و آزمایشان روی انسان ها جریان دارد. ما اساسا در تلاش هستیم تا این سرطان ها را از ریشه درمان کنیم، مانند زمانی که شما در حال احیای باغچه هستید و ضرورت دارید علف های هرزه آن را ریشه‌کن کنید تا دوباره نروید، و ما طور این دواها را طراحی کردیم که به ریشه و تومورهای سرطانی حمله کند، و ما به این باوریم که این شیمی درمانی حساسا حجرات سرطانی را میکشد. دکتر مارک دمیلن از مرکز پژوهشی فایزر از نیویورک از طریق اسکایپ صحبت کرد. این دوا دو طریقه تداوی دوامدار را نشان می‌دهد. یکی آنتی‌بادی است که در نابودی سرطان کمک می‌رساند. دانشمندان شیموتراپی را با آنتی‌بادی یکجا کرده که یک مولکول پروتئینی است. این آنتی‌بادی با حجرات سرطانی وصل می‌شود و در جریان کیموتراپی حجرات سرطانی را وقایه کرده و مانع رشد آن می‌گردد. دملین می‌گوید حدود 30% بیماران سرطان تخمدان در برابر این آزمایش واکنش مثبت نشان دادند. این بیماران هستند که برایشان نتایج هر نوع تداوی های دیگر موفق نبود. امیدواری این است تا دوای جدید به تداوی استاندارد مبدل شود و هدف اصلی این است که کمتر سمی و عوارض جانبی ندارد. دانشمندان میگویند اگر مؤثر باشد ممکن برای بیماران دیگر از جمله مبتلایان به سرطان های گرده یا کلیه، پروستات، معده، میری و بیماران سرطان خون را کمک رساند. امسال این آزمایش روی یک تعداد زیاد انسان ها انجام داده می شود و در صورتی که موفق آمیز باشد می تواند زندگی مردم را از این بیماری خطرناک نجات بخشد. خدیجه هما الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. منپلی و محصولات آن در ایالات متحده آمریکا به طور گسترده قابل استفاده است، اما تعدادی در مقابل آن حساسیت دارند که می تواند به مشکلات صحی مانند بخار یا دانه های جلدی، پندیدگی در چشم و حتی به مرگ منجر شود. به همین دلیل به والدین توصیه شده که به کودکان زیر سن 3 سال منپلی دادن نشود، اما انستیتوت ملی صحت پیشنهاد می کند که به کودکان باید در سنین کمتر منپلی داده شود تا از پیشرفت حساسیت نزدیشان جلوگیری صورت گیرد. منپلی در غذای صبحانه کودکان آمریکایی معمول بوده و مورد پسند آنان قرار دارد، اما حدود 2% شاگردان مکتب در مقابل آن حساسیت دارند که تعداد آنها رو به افزایش است. بنابراین حال متخصصین بخش اطفال توصیه می کنند تا از غذاهایی که حاوی منپلی است برای کودکان زیر سن 3 ساله داده شود. اما یک مطالعه جدید که در بریتانیا در سال 2015 انجام یافته نشان داده که تأخیر در دادن منپلی مشکل حساسیت را افزایش می دهد. در اسرائیل برای نوزادان در ماه‌های نخست زندگی منپلی داده می‌شود. اگر شما کودکان یهودی مقیم در بریتانیا را در برابر کودکانی که در اسرائیل زندگی دارند مقایسه کنید، در بروز حساسیت در برابر منپلی 80% کاهش را مشاهده می‌نمایید. دکتر آنتونی فوجی، رئیس انستیتوت ملی بیماری‌های ساری و حساسیت، می‌گوید در سیستم بدن نوزادان مکانیزمی وجود دارد که می‌تواند در مقابل منپلی حساسیت نشان بدهد و ممکن بعد از سن 1 سالگی در این میکانیزم تغییر ایجاد گردد. وی گفت کارشناسان صحی در مجموع روی دستورالعمل‌های جدید در ایالات متحده در برابر حساسیت کودکان به توافق رسیدند. اگر یک کودک در 6 ماه اول زندگی در برابر تخم مرغ حساسیت داشت، متخصصین صحی می توانند آزمایشات را از طریق خون یا جلد آنان انجام دهند و حساسیتش را مشخص سازند. اگر کودک اگزیما، بیماری جلدی مخرش متوسط، حساسیت خفیف در برابر تخم مرغ داشته باشد، دکتران توصیه می کنند که در 6 ماهگی غذاهای آوی منپلی برایشان داده شود. کودکانی که سابقه حساسیت در خانواده خود نداشته باشند، در هر سن و ساله می توان به آنان منپلی داد. خدیجه هما الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در بخش اول برنامه از شما خواسته بودیم تا در مورد مبارزه پاکستان با افراطیت و نقش علمای دینی در این راستا نظریات خود را با ما در فیسبوک شریک سازید. همکارم ژیلا ناصری نظریاتشان را شما را البته مرور کرده و اکنون در استودیو با ماست. ژیلا جان چه نظریاتی داده شده؟ پاجان سلام خدمت شما و بیننده عزیز و بخصوص دوستایی که هم اکنون برنامه را به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. باز هم صدها کامنت در ارتباط با گزارش خبری امروز و موضوعات روز دریافت کردیم. برخی از بیننده ما در مورد موضوعی که شما پرسیدید نظرات مختلف را داشتند. از جمله جاوید اسلمی چنین نوشته که افراطیت را خود پاکستان ایجاد کرده و یکی از کشورهایی است که پروژه شوم دشمنان افغانستان را به طور عملی به پیش میبرد. بیننده دیگه ما سعید عادل سعادت نوشته که علمای پاکستان مدرسه های تربیت تروریسم دارند و این یک واقعیت است. آنها در مبارزه با تروریسم همکاری نمیکنند. بیننده دیگه ما به نام در محمد جویا نوشته که دولت پاکستان هیچ طلعت نداره بلکه فقط سخنگوی آیسای است. تصمیم گیرنده اصلی در پاکستان جنرال‌های نظامی هستند که اگر بخواهند هم پاکستان آرام میشه و هم افغانستان. تشکر از نظرات سایر دوستا که در صفحه فیسبوک با تماشای گزارش تلویزیون آشنا با ما شریک ساختین. ما امید از اینکه باز هم فردا بیننده پخش زنده برنامه ما در فیسبوک باشید. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر میخواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر میخواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. و حال نوبت میرسد به مرور رویدادهای دلچسب در گوشه و کنار دنیا. از همکارم خدیجه هما الکوزه میشنویم. چین جشنواره کاغذپران با بزرگترین کاغذپران‌ها در شهر مرکزی هوبی چین برگزار شد که در آن کاغذپران به بزرگی میدان بسکتبال طراحی شده بود. این کاغذپران به اندازه 52 متر طول، 52 متر عرض و بیش از 300 کیلوگرم وزن داشت. در این جشنواره طرح‌های مختلف کاغذپران‌های دیگر نیز مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت. این جشنواره تا سوم ماه می ادامه دارد. روسیه تعداد علاقه‌مندان ورزش در یک میدان پوشیده از برف که سکهایشان ورزشکاران را روی سکی حمل می کرد در خارج از شهر ایروکتسک به رقابت پرداخته بودند. در این گرد همایی پرورش دهندگان سکهای خود را از شهرهای مختلف سایبیری آورده و در این رقابت اشتراک ورزیده بودند. رقبا در این رقابت فاصله 10 تا 30 کیلومتر را پیمودند. چین از سوی دیگر باغچه از گلهای رنگارنگ به پیشواز بهار توجه مردم محل و سیاحین را در ولایت کوانگدونگ در غرب چین جلب نمود. در این باغچه حدود 1 میلیون گل رنگارنگ پرورش داده شده بود که این مجموعه های از گل مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت. باغبانان تلاش دارند تا با طرح‌های جدید در این باغچه توجه بازدید کننده ها و زوج ها را برای عکاسی جلب سازند. 3, 2, 1, بریتانیا و در رقابت قهرمانی حمله همسر زوج به اسمای کریستی جونز و جک مک در شهر دارکینگ بریتانیا پیروز شدند. این دهمین رقابت قهرمانی حمله همسر در این کشور بود که همسران با موانع دشوار بانوان را حمل می نمودند. زوج ها مسافه 380 متر را با دشواری طی نمودند که هر کدام از بانوان حداقل 50 کیلوگرم وزن داشتند. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامعه. با سپاس از اینکه تا این لحظه برنامه ما را از طریق تلویزیون و صفحات فیسبوک تماشا کردید، در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا میزبانتان در بخش پشو خواهد بود. تا برنامه دیگر خدا یار و یاورید. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. به طول و چارو که در آمریکا غد به ارزشتون و غروالی
ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. در امریکا غاگ آشنا تلویزیون نه مهم خبری سرچکی آوری. ولی د نیویارک یو فدرال څارنوال د استعفا نه کولو له امله د وظیفې نه برطرف کړی شو. په افغانستان کې د داعش د منګولو خلاصې شوې ښځې د حکومت نه کومک غواړي.